نزدیک به قرن از تخریب حرم مطهر ائمه بقی علیهم السلام توسط حکومت تکفیری آل سعود می گذرد. شیعیان و حتی برخی از شخصیت های اهل تسنن ضمن انتقاد از جنایت تخریب بقی همواره خواستار بازسازی این حرم متحر شدند اما بیشک می توان امسال را یکی از پرفعال ترین سالها در چند دهه اخیر در زمینه برگزاری مراسم روز جهانی بقی دانست همکار عملی اکبری گزارش می دهد. پیروان اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم در کشور پاکستان نیز مانند بسیاری دیگر از شیعیان جهان امسال نیز روز جهانی بقی را گرامی داشته و ضمن برگزاری مراسم و فعالیت های مختلف در این زمینه به انتقاد از آل سعود و درخواست بازسازی بقی پرداختند. در همین راستا مجلس اعلای شیعیان پاکستان که بزرگترین نهاد شیعی در کشور پاکستان به شمار می رود از عزم خود برای ادامه اعتراض به جنایت تخریب حرم ائمه اطهار علیه السلام در بقی توسط حکومت آل سعود خبر داد مجلس اعلای شیعیان پاکستان با صدور بیانیه ای رسمی از همه مسلمانان جهان درخواست کرد که آنها هم اعتراض و انتقاد خود به تخریب بقی را ادامه دهند و خواستار بازسازی فوری آن شوند. در این بیانیه آمده آنهایی که نسبت به این جنایت تروریستی سکوت می کنند سرنوشتی مانند سرنوشت ظالمین و جنایتکارانی که به پیامبر اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و اهل بیت گرامیشان علیه السلام ظلم کردن خواهند داشت. بیانیه مجلس اعلای شیعیان پاکستان همچنین در ادامه می بر همه مسلمانان جهان واجب است که به درخواست بازسازی بقی تا بازسازی آن ادامه دهند آنها همچنین باید بقی را یک میراث بین المللی بدانند مجلس اعلای شیعیان پاکستان در بیانیه خود همچنین نوشت اکنون وقت آن رسیده که همه ما به یک صدای واحد علیه تروریست هایی که بقی را تخریب کردند تبدیل شویم در پایان این بیانیه آمده تنها راه بیداری و احقاق حقوق مسلمانان بازگشت کرامت و بنیان مکان مقدسی چون حرم ائمه اطهار علیه السلام در بقیه است جایی که بیت الاحزان حضرت زهرا سلام الله علیها یگان دختر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و به شمار می رفت از همین رو ما شیعیان پاکستان رسما اعلام می کنیم که تا بازسازی بقی به فعالیت‌های اعتراضی خود در این زمینه ادامه خواهیم داد.